سلام افغانستان، صبح بخیر. ما هر روز صبح برنامه را با هزار یک فکر تازه آغاز می‌کنیم. مهمانای فرهنگی داریم، مهمانان ورزشی داریم، مهمانان اجتماعی داریم، مهمانان سیاسی و انواع بازی‌های جالب تلویزیونی. شمیم عاطفه در کوچه ها رها شده است، شمیم عاطفه در کوچه ها رها شده است، دوباره هر شب من رنگ کربلا شده است، وزیده در همه جا عطر سیب حضرت عشق، وزیده در همه جا عطر سیب حضرت عشق، قسم به ساحت گریه، قسم به ساحت عشق، دوباره شوق حرم تا خدا دلم را برد، دوباره شوق حرم تا خدا دلم را برد، به عرش روشن کرب و بلا دلم را برد، دوباره ماه محرم رسیده، ماه عزا، دوباره ماه محرم رسیده، ماه عزا، غروب غربت جانکاه سید شهدا، صدا صدای قدیمی طبل و زنجیر است، فضا فضای صمیمی ولی چه دلگیر است، خروش ناله حی علی العزا در راه، دوباره قافله روضه های سار الله، برات گریه دوباره به چشمان دادند، برات گریه دوباره به چشمان دادند، به ما حسینیه گریه را نشان دادند، حسینی است نه خیمه، نه کربلاست اینجا، کربلاست اینجا. درود و سلام تقدیم تمامی شما خوبان و مهربانان، صبحتان بخیر و خوش آمدین به ویژه برنامه سلام افغانستان به مناسبت روز عاشورا، دهم محرم و روز شهادت امام حسین علیه السلام، و من هم از طرف خود شهادت امام حسین علیه السلام را به تمامی مسلمانان و به تمامی رهروان آن حضرت تسلیت عرض می کنم. امیدوار هستم که از رهروان اصلی امام حسین علیه السلام باشیم و راهی را که دنبال کرده بود و راهی را که میخواست امتش دنبال کنه، ما هم از رهروان اصیل و از رهروان باشیم که واقعا همان اهداف و همان کارنامه امام حسین علیه السلام تعقیب و دنبال کنیم. امروز هم ویژه برنامه داریم به مناسبت دهم محرم و روز عاشورا که این برنامه را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. مهمانان گرامی و ارجمند خواهیم داشت و نوحه سرایی خواهیم داشت، اشعار به مناسبت دهم محرم امروز در سلام افغانستان دکلمه خواهد شد. مسوره جان هم آماده هست و میایه در برنامه. بخیر آقای جان، خوش آمدی، چه دکلمه زیبای و چقدر دردآور. تشکر، تشکر مسوره جان، لطف داری. واقعا ما که میشنیدیم در یعنی حسی برای ما پیدا شده بود که حتی گفتن نمیتونیم، خیلی درد بزرگی هستن. قربانت، قربانت مسئله جان. بله، از دست دادن کسانی که به خاطر آزادی مبارزه کردن، به خاطر رهایی از ظلمت و اسارت مبارزه کردن، بدون شک که بر ما خیلی زیاد میتونه که رنج آور باشه و این درد خیلی طاقت فرسا هست. من هم عرض ادب دارم خدمت تمام هموطنان عزیزم و
امروز ویژه برنامه داریم به مناسبت دهم عاشورا، یعنی دهم محرم، و امیدوار هستم که شما هم امروز با ما باشین، بیننده برنامه ما باشین. ما هم مهمانای خیلی عزیز در کنار خود داریم و از طرف خود عرض تسلیت دارم بعد تمام کافه مسلمانان. امیدوار هستم که ما پیروان و کسانی باشیم که در جای قدم‌های مبارک این حضرت پای بگذاریم و راهش را دنبال کنیم، چون اینا برای ادامه دین اسلام جانشینشان را از دست دادن. ما حداقل بیم نگذاریم برای چیزی که اونا جانشان را دست دادن او را هم از دست بدیم. دقیقاً مسرا جان، سالها قبل و دهها قبل امام حسین علیه السلام مبارزه کرد به خاطر حفظ دین اسلام، به خاطر رهایی از ظلم و ظلمت و تاریکی، و به خاطر از اینکه هیچ وقت ظلم را قبول نداشت و آزادگی را بر ما آموخت تا اینکه آزاد زندگی کنیم و هیچ وقت زیر بار ظلم و ظلمت نرویم. و امام حسین علیه السلام با مبارزه خود نشان داد که هیچگاه نباید ظلم را قبول کنیم و هیچگاه نباید حکومتی که واقعا در او ظلم اوج خود رسیده را بپذیریم. و امام حسین علیه السلام هم تا آخرین نفسهاش مبارزه کرد و دفاع کرد از اسلام، از آزادگی، و فدا کرد و جانش را فدا کرد و ایثار و فداکاری را بر ما هم به میراث ماند. و امروز خدا کنه که ما هم واقعا درک کنیم که اهداف قیام عاشورا چی بود، فلسفه قیام عاشورا چی بود. اگر ما دریابیم و نگاه عمیق و ژرف داشته باشیم نسبت به فلسفه عاشورا و قیام عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام، بدون شک ما پیدا میکنیم که امام حسین علیه السلام از ما چه میخواست و واقعا او توقعی را که از ما داشت آیا برآورده شده است یا خیر. ما میبینیم مسعود جان که بزرگان ما هر مبارزه‌ای که کرده به خاطر، حالا جدا از امام حسین علیه السلام، کسانی که امروز در قید حیات نیستن ولی مبارزاتشون به خاطر صلح کردن و پیام بر ما گذاشتن که ما باید از او پیام تفسیر درست داشته باشیم، تحلیل درست داشته باشیم. متاسفانه آنگونه که باید این تفسیرها میشد نشده است و امروز مردم افغانستان به اون گونه‌ای که باید پیشتر اشاره کردیم مسعود جان که قدم‌های امام حسین در کجا رفته بود و ما هم باید قدم‌ها را دنبال می‌کردیم نکردیم. بله واقعا همین گونه است. امیدوار هستیم ما انسان‌ها که خود را مسلمان می‌گیم و وارثین خوبی باشیم و چیزهایی را که امام حسین برای ما به میراث گذاشته را بتونیم به درستی به جهانیان نشان بدیم که اگر ما در این راه، در این راه دین اسلام، جان های شیرین خود را بسیاری از عزیزان ما از دست دادن، ولی ما او را دنبال میکنیم، ما کسانی هستیم که برای آزادی می جنگیم. ولی اگر ما قسمی که رازی جان گفت ببینیم، در افغانستان این گونه نیست. خیلی از عزیزان ما برای آزادی کشور ما جنگیدن، اما پیروانشان به جای قدم هایشان را دنبال نمی کنند، فقط به گونه ای که باید او کاری را انجام بتن به اون گونه انجام نمی تن، یا گرامی داشت هایی را که باید انجام بدن اون را بلد نیستن. باید همه چیز که قسمی که رازیه جان گفت، باید تفسیر همه چیز را ما بدانیم و فلسفیش چی هستن باید بدانیم و بعدن به او عمل کنیم. دقیقا مسعود جان، و چند مورده که من میخوایم یادآور شمی هست که هیچگاه امام حسین علیه السلام را مظلوم خطاب نکنیم، به خاطر از اینکه ما در بعض نوحه ها حتی میبینیم که بله به گونه امام حسین علیه السلام مظلوم خطاب شده، و حتی بعضی از علمای دین همزمانی که سخنرانی میکنن به گونه‌ای میگن که امام حسین علیه السلام مظلوم بود. ولی من فکر میکنم که این
یک مورد هست که نباید خیلی زیاد یعنی به این گونه تبلیغ شود و تبیین شود. امام حسین علیه السلام به معنای واقعی یک قهرمان بود و باید دور قهرمان صدا کرد نه مظلوم، و مبارزه‌ای که بایزید کرد این قبول، البته قبول نکردن ظلم بود. در صورتی که یک فرد ظلم را قبول نمی کنه، پس او را ما مظلوم گفتن نمی تانیم. اگر قبول می کرد برای او وقت می تانستیم که مظلوم بگویم. و زینب را ما نمی تانیم بگویم که زینب ضعیف بود. زینب درست است غم خیلی بزرگ را در آن زمان دید، ولی بان هم زینب قهرمان میدان بود و تمام غم هایی که در آن روز دید، ولی بان هم استاده شد و خیلی زیاد مثلا استادگی کرد، مقاومت کرد در برابر مشکلات. و صبر و شکیبایی زینب را باید پیشه بگیریم، باید یاد بگیریم. و در کل تمام جنبه های مثبتی که در قیام عاشورا وجود داره، ما باید او جنبه های مثبت بگیریم. عاشورا یک مکتب بود و ما در این مکتب باید درس بخوانیم و یاد بگیریم که درس عاشورا و یا قیام عاشورا برای ما چه هست. نه اینکه مویه کنیم و گریه کنیم و ناله کنیم و به سر خود بزنیم و قمزنی و بعض موارد دیگر. درست است بعض موارد قبول هست که ما گریه میکنیم، مویه میکنیم به خاطر او روز عاشورا که واقعا امام حسین علیه السلام با 72 تن از یارانش شهید میشه و با شهادت میرسه. این غم بزرگ هست بر ما. گریه کردن شاید خیلی زیاد بد نباشه، درست است ما گریه میکنیم، هیچ مشکلی نیست، ولی در صورتی که ما تمام چیز را خلاصه میکنیم به اینکه به خاطر گریه میکنیم که حسین علیه السلام مظلوم بود، این یک کار من فکر میکنم که غیر منصفانه هست. بله، قسمی که رازیه جان گفتید، تمام کسانی که در او مبارزه بودن تمامشون قهرمانان ما هستند و اونا برای آزادی و برای دین اسلام جنگیدن، پس اونا مظلوم نیستن، اونا ضعیف نبودن. ضعیف کسانی هستند که مبارزه نمیکنن، ضعیف کسانی هستند که خیلی زود به یک موضوع تسلیم میشن، پس اونا قوی بودن. و موضوعی که رازیه جان یادآور شدن، سینه زنی و زنجیر با زنجیر زدن، اینا کاری هست که امام حسین نخواسته. و فکر میکنم کسانی که به این باور هستن که با این کار آرامش پیدا میکنن، این کار غلط هسته. واقعا با خیرات، با زکات، با ختم عظیم شان بیاین این درد را آرامش ببخشیم، بیاین با برای روحشان ختم عظیم شان گرفتن، اینا تمامش هم بر روح اونا و هم برای وجود خود ما آرامش میبخشه. پس بیاین کار را انجام بتیم که شایسته وارثین امام حسین هست. دقیقا مسئول جون. خب میریم میز صبحانه و در اونجا مهمونا را هم معرفی میکنیم. میز صبحانه ما مثل همه روزه آماده شده و همکاران ما لطف کردن آماده کردن و لیست مهمان هم امروز در مقابل ما هست و مهمان های خیلی عزیز امروز در کنار ما می باشن. و چون برنامه ویژه هست، برنامه برای دهم ماه محرم هست، تمام مهمان های ما هم ویژه هستن و روی موضوع مناسبتی صحبت می داشته باشن. در قدم اول در بخش طبیب سلام افغانستان دکتر صاحب در کنار ما می باشن که امروز روی خوندی صحبت می کنن، روی فوایدش، روی که در امروز چقدر می تونه ثواب داشته باشه، چقدر فایده می تونه داشته باشه، روی ازی صحبت می داشته باشه. ای که کی هست در آزه جان؟ بله، در این بخش دکتر فریدون زدران متخصص امراض داخله با ما خواهند بود و روی اهدای فواید اهدای خون صحبت می داشته باشند و چه کسانی می تانند خون اهدا کنند و چه کسانی نمی تانند که خون اهدا کنند. در رابطه با تمام این موارد با دکتر صحبت می داشته باشیم. اگر شما هم تصمیم دارین که امروز خون اهدا کنین، پس این بخش را بیننده باشین تا اینکه بدانین با چه شرایط شما می تانین که خون اهدا کنین. بعد در بخش دیگر
در بخش دیگر برنامه امروز به دلیل دوم ماه محرم ما دوست داریم دکلمه ها و نحوه خوانی های داشته باشیم از مهمان های عزیز ما و نحوه خوانان در کنار ما می باشن و دکلمه های خیلی قشنگ برای ما هم می داشته باشن. بله مسعود جان، و همچنان یک از عالمان دین ما هم امروز در سلام افغانستان حضور پیدا می کنن و همچنان صحبت های می داشته باشیم در رابطه به فلسفه عاشورا و اهداف امام حسین از این قیام و همچنانی که رفتار و کردار و شخصیت امام حسین علیه السلام در کل صحبت می داشته باشیم. و به جای از اینکه شما هموطنان عزیز بپردازین به بعض مواردی که باعث افت فرهنگی در کشور ما میشه، خوب هست که بیشتر مطالعه دقیق و عمیق از زندگی امام حسین علیه السلام داشته باشین تا اینکه بدانین که اهداف اصلی امام حسین علیه السلام از قیام عاشورا چی بود. در صورتی که همین موضوع ما واکاوی کردیم و پیدا کردیم اهداف اصلی را، آن وقت میتونیم که از رهروان اصلی آن حضرت باشیم و به خاطر آزادگی و به خاطر صلح در کشورمان مبارزه کنیم. دقیقاً که خیلی از دانشمندان هستن که میگن ما مطالعه کردیم که امام حسین علیه السلام چگونه مبارزه کرد و چگونه با ظلمت و تاریکی مبارزه کرد که تانست بالاخره با آبرو و عزت کامل از این دنیا برود. و امروز شهامت امام حسین علیه السلام، مبارزاتی که در قیام عاشورا داشت، سر زبان ها هست و شهره جهان. بله، این هم بود مهمانای امروز ما که در کنار ما می باشن و صحبت خیلی زیاد، پرسش خیلی زیادی ازشان داریم و می خواهیم که قسمی که رازیه جان گفت باید مطالعه خیلی زیاد در این باره داشته باشیم تا که اگر کسی از ما سوال میکنه بتونیم با دلپوری جواب بدیم، تا که بدانن که ما هم اگر پیروانشان هستیم میشناسیمشان و میدانیم کی بودن که پیروانشان هستیم و پیروی از اونا میکنیم. بله مسعود جان، مهمانان برنامه هم حضور پیدا کردن، اونا هم منتظر نمیمانیم. یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگیریم.